سلام. سلسله درس‌های مقاومت مدنی طی 10 جلسه خدمت شما ارائه خواهد شد. در این جلسات بررسی خواهیم کرد که مقاومت مدنی چیست یا چه چیزهایی نیست. بررسی می‌کنیم برنامه ریزی استراتژیک چگونه صورت می‌گیره، چه نیازهایی داره. تاکتیک‌های مقاومت مدنی رو مرور خواهیم کرد، به بررسی نقش نهادهای مدنی در جنبش مدنی میپردازیم، نهادهای مدنی چگونه به صورت ماشین راهبر مقاومت مدنی میتونن عمل بکنن، مختصری در خصوص مدیریت و سازماندهی مبارزات مدنی صحبت خواهیم کرد و در نهایت هم یک ارزیابی از دو روز خواهیم کرد با مقایسه دو جنبش در ایران، یعنی انقلاب اسلامی 57 و جنبش سبز سال 88، تا بتوانیم از این سلسله دروس این آموزش اولیه رو داشته باشیم که چگونه میتوان یک مقاومت مدنی رو، جنبشی رو بر اساس روش‌های بیخشونت شکل داد و به پیروزی رسید. اما قبل از اینکه وارد تک تک دروس بشیم، در این جلسه اول یک فیلم نگاه اول رو دوست داشتم با هم دیگه نگاه کنیم و 11 سوالی رو که در این فیلم مطرح شده مرور کنیم. سوالاتی که معمولا در اولین برخورد به ذهن هر شنونده‌ای میاد نسبت به مبارزات بیخشونت، تا بعد بیشتر راجبش صحبت کنیم. به فیلم نگاه کنید. فردیناند مارکوس، آگوستو پینوشه، وویژک یاروزلسکی، سلوبدان میلوسویچ، پی دبلیو بوتا، مردانی قدرتمند که در یک چیز اشتراک داشتند. همه آنها با مقاومت مدنی بیخشونت از قدرت کنار گذاشته شدند. چگونه اتفاق افتاد؟ زمانی اتفاق افتاد که مردم با هم دیگر در برابر قدرت سرکوبگر دست به مقاومت زدند. در فیلیپین آن را قدرت مردم نامیدند، معمولاً اون را مقاومت مدنی می نامند. سلاح بیخشونتی است که مردم معمولی اون را علیه رهبران سرکوبگر به کار می گیرند. مقاومت مدنی نیاز به مشارکت تعداد زیادی از مردم دارد، ولی در این حال تنها تعداد زیاد مردم کافی نیست. مشکل فعالیت‌های بیخشونت این است که در آنها لزومی برای نظم شدید، آموزش، استراتژی و برنامه‌ریزی و به کارگیری افراد و سایر موارد لازم برای یک جنبش احساس نمی شود. مبارزات بیخشونت نمی تواند به طور خودجوش اتفاق بیفتد. باید سیستماتیک باشد. چگونه آغاز می شود؟ وقتی شرایط غیر قابل تحمل می شود، مردم خود را سازمان می دهند. بعضی اوقات رهبران اتحادیه ها یا گروه های حقوق بشر یا نهادهای مذهبی پیش قدم می شوند، یا همه اونها با هم دست به اقدام می زنند. مهمترین عامل در این نوع مبارزه جلب توجه دیگران است. مبارزه در گوشه‌ای که جلب توجه کسی را نکند، کوششی عبث و بی حاصل است. اگر مبارزه می کنید، باید تا آنجا که می توانید توجه مردم را به انگیزه و هدف خود جذب کنید. در آغاز بیمیلی و ترس و تصور بر شکست ناپذیری دشمن مشکلات اصلی هستند. در شیلی 10 سال طول کشید تا دموکراسی خواهان مخالف حکومت توانستند بر بیمیلی و ترس غلبه کنند. بسیار خوب. چگونه اعتراضات را سازمان بدهید؟ اعتراضات عمومی می تواند خیلی مؤثر باشد، ولی بخش کوچکی از مقاومت مدنی را شامل شده و تنها یکی از صدها تاکتیک است. بدون آمادگی لازم تجمع و راهپیمایی می تواند اشتباه باشد.
برای پلیس سرکوب کردن چنین تظاهراتی بسیار ساده خواهد بود. چند صد و حتی چند هزار نفر در خیابان‌ها تهدیدی برای رژیم‌های اقتدارگرا نیستند، اما تظاهرات خیابانی شما را در معرض خطر قرار می‌دهد. تا وقتی که نتوانید توده انبوهی از جمعیت را سازمان دهید، این گونه تظاهرات بی اثر بوده و شما را ساده جلوه می‌دهد. اگر تظاهرات انبوه نکنید، پس چه کار کنید؟ تصمیم با شماست. انتخاب‌های شما تقریبا نامحدود است. گفتگو، بحث و برنامه ریزی کنید. چه باید کرد؟ کی و چرا؟ راهبرد خود را طرح‌ریزی کنید. اعتصاب و بایکوت ابزار نیرومندی هستند که تعداد زیادی از مردم می‌توانند در آن شرکت کنند بدون اینکه در معرض گاز اشک‌آور، ضرب و جرح یا بازداشت قرار بگیرند. تمام مردم می توانند در جنبش مشارکت داشته باشند. کودکان، زنان، مردان، جوانان و بزرگسالان می توانند سهم خود را ادا کنند. در آفریقای جنوبی فعالین ضد تبعیض نژادی کسب و کار سفیدها را بایکوت کردند. ده ها هزار نفر از مشتریان خرید از منطقه سفیدها را تحریم کردند. آنها قانونی را نشکستند و خود را در معرض آزار و ایذا قرار ندادند. ولی وقتی قدرت خرید خود را از آنها دریغ کردند، صاحبان مشاغل سفید پوست به نارضایتی آنها توجه کردند و به صورت متحدین آنها برای تغییر درآمدند. ما رهبر کاریزماتیک نداریم. شما نیازی ندارید. تنها چند جنبش مقاومت مدنی رهبران کاریزماتیکی چون گاندی و مارتین لوتر کینگ داشتند. شیلی، سربستان و ده‌ها جنبش موفق بی‌خشونت دیگر چنین رهبرانی نداشتند. اگر جنبش بیش از حد به یک رهبر بستگی داشته باشد و رهبر بازداشت شود، ممکن است جنبش از نفس بیفتد. روش کار پلیس این بود که اول رهبری را هدف قرار دهد، ولی با ایجاد لایه‌های مختلف رهبری دست به پیشگیری زدیم. وقتی رهبری در جنبش پراکنده و ناشناخته باشد، دستگیری همه آنها امکان پذیر نیست و حتی اگر رهبران در سطوح بالا دستگیر شوند، جنبش ادامه پیدا می‌کند. این روش در کشور من کار نمی‌کند. ممکن است حق با شما باشد و استراتژی بی‌خشونت علیه هر رژیمی کار نکند. بسیاری از مردم در اینکه این شیوه بتواند علیه رژیم‌های بی‌رحم و سرکوبگر کار کند شک دارند. ولی جنبش همبستگی لهستان با وجود 70,000 نیروی شوروی در اون کشور به پیروزی رسید. شورای نظامی پینوشه شکست خورد. در آفریقای جنوبی عملیات متعدد همراه با فشار جهانی رژیم آپارتاید را وادار به مذاکره کرد. مقاومت مدنی در بسیاری از شرایط که نومید کننده به نظر می رسید به پیروزی رسید. سازماندهی‌های متعدد سبب شد که آفریقای جنوبی دگرگون شود. این سازمان‌ها به دولت فشار آوردند و در نهایت به تغییر انجام. منظور من این است که رژیم مات شد و در بنبستی گرفتار آمد که دیگر نمی‌توانست واکنشی داشته باشد. اگر رژیم دست به خشونت بزند چه باید کرد؟ تا زمانی که پلیس و نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند، انتظار خشونت داشته باشید. دشمن شما به این سادگی تسلیم نمی شود. هر چیزی که با استفاده از خشونت به دست بیاد باید با خشونت همون را حفظ کرد. به همین دلیل که ما خشونت را قوت گروه ضعیف می نامیم. آنچه از طریق خشونت به دست بیاد برای نگهداری آن باید به خشونت متوسل شد. اما خشونت مخالفین را در شیلی، لهستان، سربستان و هندوستان متوقف نکرد. وقتی از زور برای مقابله با فعالیت‌های بی‌خشونت استفاده شود،
نتایج ممکن است اون گونه که مقامات حکومتی انتظار داشتند نباشد. بزرگترین اشتباه رژیم بود که دامنه سرکوب‌ها را افزایش داد و به همین دلیل بود که دیگر سرکوب‌ها برایش کار نکرد. مانند قانون سوم عمل و عکس‌العمل نیوتن، وقتی میزان سرکوب را بالا می‌برید، مقاومت نیز بیشتر می‌شود. اگر نتوانیم رژیم را ترغیب به عقب نشینی کنیم چه باید کرد؟ ترغیب کردن در مقاومت مدنی جایی ندارد. شما نمی توانید به وجدان دشمن خود متوسل شوید. هدف شما باید این باشد که هزینه سرکوب را آنقدر بالا ببرید که برایش دیگر قابل تحمل نباشد. تحمیل هزینه اقتصادی یک روش موثر است. روال زندگی معمولی را مختل کنید. نشان دهید که دیگر مقامات کنترلی بر اوضاع ندارند. وقتی رهبران اعتبارشان را پیش مردم از دست بدهند، نافرمانی و مقاومت ساده‌تر می شود. دست انداختن و حذف کردن روش بسیار موثری است. کاری کنید که رژیم احمق و بی‌کفایت جلوه کند، ولی هر کاری که می‌خواهید بکنید به استراتژی نیاز دارید. If you do this, اگر شما عملی را انجام دهید، دشمن ممکن است این کار یا اون کار را بکنه. همه این عکس‌العمل‌های او را بررسی کنید و بر مبنای آن راهکار مناسب را انتخاب کنید. چرا به سه قدم جلوتر فکر نکنید؟ چرا از همکنون وضعیت را در 6 ماه آینده پیش‌بینی نکنید؟ ممکن است طول بکشد. ما نمی‌توانیم منتظر باشیم. به انتخاب‌های دیگر فکر کنید. می‌توانید دست به اقدام مسلحانه بزنید، ولی اقدام مسلحانه به پول، آموزش و اسلحه نیاز دارد و احتمال شکست آن به مراتب بیشتر از موفقیت آن است. ادعی فکر می‌کنند که مقابله با خشونت به کار بردن خشونت است، اما این ایده اساساً مطرح نبود. ما حمایت لازم، ظرفیت و توانایی اجرایی آن را نداشتیم. تنها راه باقی مانده اقدامات متعدد مسلحت‌آمیز و سازماندهی جامعه بود. می توانید به امید تحریم و مداخله سایر کشورها صبر کنید، اما نمی توانید در مورد کاری که سایرین انجام می دهند کنترلی داشته باشید. شما مردم که بیش از همه ذی‌نفع هستید می توانید تصمیم بگیرید که چه کاری باید انجام داد بدون اون که منتظر کسی دیگری بمانید. مقاومت مدنی گسترده کارنامه بسیار بهتری از اقدامات مسلحانه دارد و سازماندهی مقاومت توده‌ای میراثی دموکراتیک است که می تواند به مراتب نتایج دموکراتیک بیشتری داشته باشد. چگونه پیروز می شوی؟ شرایط متفاوت اما مبانی مشترکند. سه اصل لازم را از یاد نبریم: اتحاد، برنامه ریزی و انضباط مبارزات بیخشونت. هیچ مبارزه بدون رعایت این سه اصل پیروز نشده است. هیچ حاکمی نمی تواند حکومت کند اگر مردم سرپیچی کنند، به سر کار نروند، مالیات نپردازند و اونچه انتظار می رود انجام ندهند. زمانی که نیروهای امنیتی سرپیچی کنند و وفاداری آنها متزلزل شود، قدرت اقتدارگرایی دیری نخواهد پایید. اگر مردم به تعداد کافی نافرمانی و اخلال کنند، قدرت تغییر می کند. در وفاداری پلیس و ارتش شکاف ایجاد شده و تغییر امکان پذیر می شود. هدف شما این است که شکاف ایجاد کنید و از اون بهره برداری کنید. خب همینطور که توی این فیلم نگاه کردید، در واقع بذارید اینطور بگیم که مقاومت مدنی، من مخصوصا مقاومت مدنی به کار میبرم به جای مبارزات بیخشونت، چرا که مبارزات بیخشونت میتواند این لغت بدآموزی یا گمراهی داشته باشه و سوالات دیگری رو مطرح کنه. اما سیویل رزیستنس یا مقاومت مدنی دقیقا اون چیزی رو که میخواییم راجبش در دروس پیش رو صحبت کنیم ترسیم میکنه. همطور که توی فیلم هم دیدید، سوالاتی از قبیل این که دشمن ما مثلا پرروتر از این حرف هاست که کنار بره، یا او فایده‌ای نداره، از کجا شروع کنیم، چه جوری سازماندهی بکنیم و امثال هم اولین سوالاتی است که به ذهن متبادر میشه.
اجازه بدید برای اینکه به این اولین آشنایی با مقاومت مدنی رو دنبال کرده باشیم، من این از این دیاگرامی که خدمتتون نشون داده میشه استفاده بکنم، بیام در واقع نشون بدم که مقاومت مدنی چه تفاوت بنیادی با مبارزات مسلحانه داره. به دیاگرام اول نگاه کنید. در این شکل صحنه مردم رو در پایین می‌بینید. ستون‌های نگهدارنده حکومت و رهبری حکومت سرکار، دیکتاتوری رو که سرکار هست و ما می‌خوایم باهاش برخورد بکنیم، از قبیل ستون امنیتی، ستون فرهنگی، ستون اداری، اقتصادی، اینها ستون‌های نگهدارنده یک حکومت هستند با ابزار و وسایلی که دارن. مثلا در ایران دیکتاتوری آقای خامنه‌ای رو سپاه پاسداران به عنوان ستون امنیتی نگه داشته، دستگاه مالی که ایشون دور خودش داره و دست درازی که به دستگاه‌های کشور کردن، یا در بخش فرهنگی با تئوری تهاجم فرهنگی سعی کردن که هر رقیب فرهنگی رو بیرون کنن و یک سری کارگزار فرهنگی مثل دستگاه‌های مثل رادیو تلویزیون، رسانه‌هایی که در اختیارشونه، افکار اونها رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه و امثال اینها میشه. حالا مثالهاشو یک به یک ذکر کرد. در دیاگرام شماره دو رو نگاه کنید. در مبارزات چریکی، در مبارزات مسلحانه، سعی سازمان مسلح بر اینه که با نخبگانی که در اون مبارزه هستند، که همه مردم هم طبیعتاً نمیتونن شرکت کنن، باید افراد ورزیده، حتی المقدور جوان و ماجراجویی باشن که بتونن ریسک اسلحه دست گرفتن و جنگ کردن رو به پیش ببرن، سعی میکنن استراتژی کلان مبارزات مسلحانه این گونه است که این ستونهای نگهدارنده حکومت رو باهاش برخورد میکنن، مقابله میکنن، رو در رویی میکنن، ضربه میزنن، ترور میکنن، تخریب میکنن و برسن به اون جایی که نهایتاً اطراف رهبری رو بزنن تا خود رهبری رو هم در واقع دیکتاتور رو هم باهاش رو در رویی بکنن و شکست بدن. و در این فرایند در واقع در مراحل نهایی همه سازمان‌های چریکی امیدوار هم هستند که نیروهای بیشتری از مردم بهشون بپیوندن، بزرگ بشن و بتونن که به شکل یک ارتش بزرگ مقابله بکنن. اما به شکل شماره سه نگاه بکنید. ما در مبارزات مدنی، مقاومت مدنی، راه دیگه‌ای رو طی می‌کنیم. یعنی بیش از این که در فکر رفتن و زدن مسئولین حکومت یا از بین بردن اونها باشیم، سعی میکنیم ستونهای نگهدارنده حکومت رو در مردم مستحیل بکنیم، فاصله رو در واقع نسبت به حکومت جوری قرار بدیم، احاطه بکنیم به دست مردم، به نیروی مردم. به این دلیل هم هست که مبارزات مدنی رو بهش مبارزات پیپل پاور یا قدرت مردم هم میگن. به قول واسلاو هاول میگفتش که قدرت بی قدرتان، یعنی وقتی که عموم مردم که ظاهراً هیچ قدرتی ندارن، شهروندان عادی، باور میکنند که قدرتمندند. چگونه؟ با عدم همکاری. چگونه؟ با فلج کردن کارها، با احاطه کردن و ایجاد اختلاف در ارکان حکومت. در واقع ستونهای قدرت حکومت رو ما در مردم حل میکنیم و جایی میرسه که این ساختمون فرو میریزه از هم دیگه. حالا بعد از این
بحث یعنی نگرش اول روی این سه تا شکل، من این نکته رو میخواستم اضافه بکنم که در واقع ما در مقاومت مدنی که یا مبارزات بیخشونت به هیچ وجه نمیخوایم که به وجدان دیکتاتور متوسل شیم، فکر کنیم که خجالتش میدیم اون یه جایی خجالت میکشه میره کنار. اصلا دیکتاتور کارش آدم کشیه، دیکتاتوری کارش سرکوب مردمه. از این حیث دیکتاتورها همگی شبیه همن و از این حیث اتفاقا دیکتاتورها همون اشتباهاتی رو میکنن که سایر دیکتاتورها کردن. بلکه در این روش درسته که مقاومت مدنی اخلاقی تره، انسانی تره و کشت و کشتار درش حداقل کمتره و درسته که مقاومت مدنی از نوعی است که شانس اینکه دموکراسی بعد بیرون بیاد از دلش بیشتره، برای اینکه در جریان مبارزه مردم همه اومدن مشارکت کردن، بنابراین بعدن به حاکمیت مردم نزدیکتر میشیم. اما درست همه این مزایا رو داره، اما اصلی ترین دلیلی که ما به سراغ مقاومت مدنی میریم این است که در این نوع مبارزه به لحاظ استراتژیک، به لحاظ کارآمدی، این نوع مبارزه کارآمدتره. این مبارزه بهتر دیکتاتورها رو سرنگون میکنه. یکی از استراتژیست های سابق ارتش امریکا، سرهنگ بازنشسته آقای رابرت هلوی، کتابی داره با عنوان درباره مقاومت مدنی استراتژیک. در این کتاب آقای هلوی به درستی به عنوان یک استراتژیست نظامی از این منظر مقوله قدرت رو نگاه میکنه و توضیح میده که مقاومت مدنی کارآمدیش برای به زیر کشیدن دیکتاتور بیش از مبارزه خشونتبار و توأم با اسلحه و خشونت. خانم ماریا استفانی هم که محقق مبارزات مدنی هست کتابی داره در مورد کارنامه مبارزات مدنی و مقاومت مدنی در دنیا و طی 60 سال بسیاری جنبش ها رو در این کتاب بررسی کردن و با آمار و ارقام نشون میدن که مقاومت مدنی کارنامه یه درخشانتری داره برای پیروزی بر دیکتاتورها و نظامهای سرکوبگر تا مبارزات مسلحانه. ضمن این که عرض کردم مطالعات مثلا فریدم هاوس، خانه آزادی، که مطالعه مفصلی داره نشون میده که وقتی دیکتاتورها سرنگون میشن، اونهایی که از دل مبارزات مدنی سرنگون شدند بعدن شانس برآمدن دموکراسی در اونها خیلی بیش از شانس برآمدن دموکراسی در نظامهایی است که با مقاومت خشونتبار با مبارزات مسلحانه سرنگون شدند. بنابراین نکته بعدی من این است که مبارزه مدنی، مقاومت مدنی مؤثرتر به لحاظ کارنامه، درخشانتر در مرحله پیروزی و به لحاظ آینده شانس برآمدن دموکراسی از اون بیشتره. اما به عنوان آخرین نکته در درس اول این رو باید عرض بکنم که مقاومت مدنی چه چیزهایی نیست. مقاومت مدنی تنها مهربانی و عدم خشونت ورزی نیست. مقاومت مدنی مسئله پسیو بودن و غیر اکتیو عمل کردن نیست. مقاومت مدنی عکس العملی در مقابل حکومت کار کردن نیست. مقاومت مدنی وقتی محقق میشه که دقیقاً برنامه ریزی داشته باشه، به شرحی که در درس‌های بعدی خواهیم گفت درش بشود، تا
تاکتیک های مناسب رو به کار برد. مقاومت مدنی مدیریت و رهبری نیاز داره، مقاومت مدنی باری به هر جهت بودن نیست. اتفاقا در مقاومت مدنی لزوم برنامه ریزی، لزوم به کار گرفتن تاکتیک های متعدد و جمع‌بندی کردن از اونها بیش از جنگ مسلحان است. این رو هم عرض بکنم، پاره بدفهمی ها از مقاومت مدنی ممکن است که ما رو به سمت پاسیفیسم ببره، به سمت اینکه حالا هیچ کاری نباید بکنیم یا تنها باید صبر کنیم که مثلا یک فضای مناسبی پیدا شه یا انتخاباتی باشه یا چیزی باشه و امثال هم. اصلا اینطور نیست. مقاومت مدنی در نهایت 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 جنگ بین امید و ناامیدیه، جنگ بین روحیه بخشی به مردم و روحیه کشی دیکتاتورهاست. مقاومت مدنی جنگ بین عقل و برنامه ریزی مبارزین و نادانی های دیکتاتورهاست. مقاومت مدنی استفاده از فضاهای مناسب رسانه‌ای است و به کار بردن تمام امکانات، پتانسیل ها، زوایای گوناگون جامعه در یک برنامه ریزی استراتژیک و حساب شده است. تا برنامه آینده و درس دوم، خدا نگهدار.